بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، حتما شما صدای آقای پدرام طنازی رو در برنامه های مختلفی که من طی سالهای گذشته داشتم شنیدید و با لهجه شیرازی زیبای ایشون هم آشنا هستید، ولی امروز من مایل هستم که میکروفون رو در اختیار ایشون قرار بدم تا خودش با شما به قول معروف گپی دوستانه داشته باشد. آقا پدرام، سلام به شما و همون جوری که بهتون گفتم شما مهمان ما هستین و صاحب میکروفون و من ساکت میشم. به قول معروف هرچه میخواهد دل تنگت بگو و در حین برنامه هم دوستان اگر مایل باشن سوالی یا نظری داشته باشن روی فیسبوک مینویسن، چون این برنامه الان به صورت زنده هم از تلویزیون مردم پخش میشه هم از فیسبوک شخصی خود من، و ازشون خواهش میکنم که این برنامه رو با دیگران هم شیر کنن. برای من و دوستان بگو که پدرام طنازی کیه و کجاست و چرا در کشور خودش نیست و هرچی که دلت میخواد مثل یه مهمونی بزرگ با فامیل ها با دوستان ما ساکت میشیم و به قصه های شما حتی اگه قصه هم باشه گوش میدیم. بفرمایید. سلام، منم خدمت شما عرض میکنم و بینندگان عزیز محترم که برنامه شما رو دارن تماشا میکنن. من سوئد زندگی میکنم، استکهلم، و مدت 10 ساله که اینجا به قول معروف اقامت دارم و اینجا زندگی میکنم و کار میکنیم و در کنارش هم فعالیت سیاسی اون انجام میدیم و دیگه حالا سوال از شما سای صحبی میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد ایران، در مورد خارج از ایران. آقای طنازی، یکی از به اصطلاح مهمترین خبرها که الان روی وبسایت های مختلف و سوشال مدیا هست اعدام همشهریمون و اون جوان کشتیگیری که اصلا همه چیش به نظر غلط میاد، اونجوری اعدام کردنش، به اصطلاح اعلام نکردنش که خود این بنده خدام نمیدونست، فکر کرده داره منتقلش میکنن به تهران و اینا، بعد دفن کردنش، بعد اون ماجرایی که بدنش زخمی بوده و اینها. کلن شما نظرتون در این باره چی هست و با دوستانتون که صحبت میکنید، چون شما یه نسل بعد از ما هستید، بینش شما، بله، نگرش شما به زاویه های زندگی فرق میکنه، یه مقداری برای ما بگید چه خبره توی دنیا. بعد از طرفی شما به نظر میاد در سوئد به ایران و اون اوضاع و احوالی که اونجا میگذره بیشتر واقف هستید، ما رو آشنا کنید با این شرایطی که هست و بگید که چیه این دولت جمهوری اسلامی به جنون رسیده و دیگه نمیدونه میخواد چی کار کنه یا این کارو میکنه که دیگران رو بترسونه. من حتی نوشته امروز به دستم رسید که نوشته وقتی دعوت میکنن بیان بریم سر خاک این جوان نریم، چون اونجا از شما فیلم برداری میکنن بعد یکی یکی میان سراغتون. شما کلا نظرتون چیه و در مورد هر موضوع دیگه؟ بارها من به دوستان میگم متاسفانه ما از کشوری هستیم که درد سر و مشکلات انقدر زیاد هست که گاهی وقتا آدم نمیدونه از کدومش صحبت کنه. بفرمایید. بله، در مورد نوید افکاری که ایشون تو اعتراضاتی که زمانی که 1-2 سال پیش اتفاق افتاد ایشون فعالیت داشتن و اعتراضات کردن اینا و به جرم قتل یه مأمور امنیتی دستگیرش کردن، اینجوری که دادگستر استان فاس اعلام کرده بود، و به قول خود مادرش و برادرش میگفتن که نه، هم چیزی نبوده و حتی اصلا ما شاکی خصوصی تو این پرونده ما نداشتیم، که حتی 2 نفر یه خانومی و یه آقای انتخاب کرده بودن که ایشون مادر مقتول هستن، مادر پدر مقتول هستن و شما باید برید از اینها به قول معروف رضایت بگیرید، و اینا یه بازی سیاسی بود که راه انداخته بودن. و حتی دیگه اواخر خانواده آقای افکاری
دیگه به این نتیجه رسیدن که برن پیش این دو نفر و رضایت بگیرن. و حتی آقای محمودیان بود که از تهران حتی پرواز کرده بود به شیراز، ایشون روزنامه نگار هستن، و توسط چند تا از فعالین سیاسی که رفته بودن که کمک این خانواده بکنن، ولی متاسفانه نیروی اطلاعاتی اجازه ندادن که حتی این خانواده آقای افکاری برن پیش خانواده مقتول و رضایت بیان، چون اصلا به قول مادر آقای نوید افکاری میگفت که اصلا همچین چیزی وجود نداشت، اصلا ما خانواده مقتولی وجود نداشت که ما بخوایم همچین کاری انجام بدیم. و این اواخر یه بازی سیاسی بود دیگه، و متاسفانه این مسائل بسیار هست، پرونده بسیار وجود داره تو هم شیراز، تهران، کرمانشاه، کردستان، پرونده سنگین اعدام وجود داره که اصلا آقای صبح ما ازش بیخبر هستیم متاسفانه. و من یه سری آدم هم هستن که تو اجرای حکم اعدام بهتون معرفی میکنم، مثلا یکیش هست به نام قاسم اسکندری، ایشون به عنوان استاد دانشگاه معرفی کردن تو شیراز و ایشون رئیس زندان و بازداشتگاه مرکزی شیراز و حتی پست دولتی بهش دادن. یا مثلا یه نفر دیگه باز هست به نام دکتر علیرضا دروچی. دکتر علیرضا دروچی ایشون به عنوان مدیر کل پزشک قانونی استان فاس و تمام جوازهای کفن و دفنی که صادر میکنه همش زیر دست اطلاعات سپاه استان فاس مجوزی صادر میشه و ایشون فقط امضا میکنه، یعنی ایشون به قول معروف اونجا نشسته و هر چیزی که بهش بگن انجام میده، غیر از این دیگه هیچی دیگه این وجود نداره. یا مثلا مثل آقای سدرضا اسکندری خودش یه آدم بسیجیه و فرمانده گودانهای سرکوبکر و شکنجهگر مان نیروی اطلاعات استان فاس، و ایشون تو جالب ایشون تو استانداری آقای صوبی داره کار میکنه، ایشون تو استانداری داره کار میکنه ولی مدیر اجرای زندان عادل آباد شیراز هم هست، یعنی ایشون دو تا حکم دولتی داره، هم تو استانداری کار میکنه هم مدیر اجرای زندان عادل آباد شیراز. اینا هم مسئولین هستن که تو شیراز پست و مقامی دارن. یا مثلا حکم اعدامی که تو زندان عادل آباد انجام میشه دقیقا پشت بند قرآنه، ما یه بندی هست بند عبرت بهش میگن، یه بندی هست به نام بند قرآن تو زندان عادل آباد شیراز، و محلی که میبرن زندانیار اعدام میکنن دقیقا پشت بند قرآن هست، بهش میگن که بند، در واقع پشت بند قرآن یه بندی هست به نام بند عبرت که تمام اعدامیار رو اونجا میبرن، نه اعدامیای بیشتر سیاسی، اعدامیایی که مثلا قاتل هستن و یا جرمی مرتکب شدن، اونا تو بندهای دیگه، بند 37، بند 38 به قول معروف اعدام میکنن. و من یکی در این مورد میخواست صحبت کردن که در مورد آقای صابی، فرزندانی که پدر مادرشون، حالا بیشتر تو ایران که ما پست دولتی کم داریم که دست خانوما باشه، ولی همش پستای امنیتی و لشکری همش دست آقایون هست دیگه، و فرزندان و اقوام افراد که میدونید که در ایران و پست‌های نظامی مشغول به خدمت هستن و فرزندانشون در خارج از ایران فعالیت های اگر علیه نظام جمهوری اسلامی میکنن، یه حکمی که صادر میشه و برای آنها بیشتر جنبه امنیتی داره، و در خارج از ایران به تو کل میدونید که مثل پسر آقای محسن رضایی ایشون که از کانادا اومد دبی و حتی به آقای محسن رضایی هم گفتن که ما میخواییم، مثلا شما اصلا اطلاع دارید آقای صوبی که
ما یه اطلاعات داریم تو تهرانه که اطلاعات مرکزیه و شهرستان ها که همه زیر نظر اطلاعات تهران هستن. من یه نفر میشناختم که میگفت توی دبی، توی کشور امارات، یه دستگاه امنیتی بزرگتر از اطلاعات استان تهران تو دبی داره فعالیت میکنه، بزرگتر از حتی اطلاعات استان تهران. یعنی شما مثلا کن اگه یه اطلاعات اداره اطلاعات تو تهران داره فعالیت میکنه، عین همون توی دبی دارن فعالیت میکنن و خیلی هم ازش بیخبر هستن و مردم نمیدونن. مثلا خیلی ها هستن میرن دو، حتی تو ترکیه هم اینا نیرو دارن، تو ترکیه، تو عراق نیروی قدسه، ولی تو ترکیه هم حتی اداره اطلاعات هم اونجا ساختمون حتی داره واسه خودشون. بله من حتی اونجا اینو موقعی که اون آقای فولادوند، بعد اون آقای شایان بله کاویانی، بعد حتی یه همشهری داریم، حالا اگه شما دوست داشتی باهاش هم تماس بگیری، آقای شاهین ترکمان، که ایشون خودش جزو جوانهای وزارت اطلاعات بوده. بعد میگه من وقتی چشم گوشم باز شد و متوجه شدیم که کاری که میکنیم به ضرر ملت ایران هست، جدا شدم، الان هم فکر کنم توی آلمان زندگی کنم. و ایشون میگفت همین صحبتی رو که شما میکنید که نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه زیاد هستند و فعالیت میکنن، میگیرن، میبرن، حتی اون آقای زم رو دیدیم دیگه از عراق دست بسته بردن. آقای پدرام بله تنازی، این دوستمون آقای موسوی از آلمان یه صحبتی میکنن که به نظر من جالبه. میگن آیا این شایعه‌ای که اعضای بدن نوید افکاری رو به اصطلاح فروختن یا درآوردن صحت داره؟ البته من فکر نمی کنم، چون که گویا وقتی که میخواستن ایشون رو دفن کنن، خانوادهش به اصطلاح بدن ایشون رو دیدن و جاهایی بوده که به اصطلاح آسیب دیده بوده از ضربه و اینها، ولی چون میدونیم اگه کسی بخوان کلیه و قلب و اجزا رو، کبد و اینا رو در بیارن، میشکافن، بعد بخیه میزنن و اینها، همچین چیزی من نه حالا نشنیده نه بودم. و همچین چیزی صحت این نداره. در چین رسم بود، مخصوصا برای زندانیان سیاسی میگفتن چین این کار رو انجام میداده. خب اگر کسی در این مورد چیزی میدونه بگه، ولی کل ماجرایی که اینها به خودش و داداشش گفته بودن، حتی شما درست گفتین که یکی از آشناهاشون داشته با داداشش از تهران میمدن، گویا قرار بوده اینا رو بفرستن به تهران، داشتن میمدن شیراز بشیرم که داداششون هم بردارن برن مثلا تهران و اینها، بعد بهشون میگن اعدام شده و شبم باید به خاک سپرده بشه و اینها. ولی مردم اون هجلهایی که میبندن سر کوچه و خیابان و اینها واقعا کم نذاشتن و این یک بکفایر یا عکس العمل خیلی بزرگ و به ضرر جمهوری اسلامی و آخوندها بود. حالا تا ببینیم از این ماجرا آیا جون سالم به در میبرن. حتی یکی از نوشته های آمریکایی نوشته بود که دار به اصطلاح تنابی رو که جمهوری اسلامی به گردن نوید افکاری انداخت، درست مثل این بود که به گردن حکومت خودشون انداختن. باز هم من ساکت بله میشم اگه دوستان در فیسبوک چیزی نوشتن، بعدن شما لطف کنید پاسخ بدید. آقای بنجامین بابک میگن گفتن که بدنش رو ندیدن، فقط مثل که اون سر نوید افکاری رو دیدن. خود خانواده نوید افکاری گفتن فقط صورت نوید رو دیدیم، که اینم البته میگن ماجرایی هست و بالاخره اینو باید یه جای شسته باشن تا دفنش کنن و اینها. حالا شاید بعد اون کسی که به اصطلاح شغل مرده‌شویی داره اینها توی شیراز، بالاخره همه همدیگر رو میشناسن و این خبرها درز میکنه. خب آقای تنازی، شما 10 سال توی سوئد هستی، بله اقامت اونجا به چه صورته؟ برنامه‌تون چیه؟ اصلا هدفتون از ایران که اومدید بیرون این بود که توی سوئد بمونین، یا جبر زمانه شما رو مجبور کرده اونجا باشین، و آیا کشور ثالثی هم
در فکرتون هست که بخواین برید و چجوری کلا رفتار سوئد در به اصطلاح رابطه با پناهجویان چگونه است؟ بله، اون زمانی که ما اومدیم هنوز جنگ هنوز سوریه به این شکل نشده بود. اون سال 2012-2013 بود که تو سوریه مردم دیگه رژیم بشار اسد نخواستن و دیگه مثل یه جنبش به وجود اومد، مردم بر علیه دولت شدن و نزدیک 5 میلیون شما مهاجر افغان سوریه یا در واقع مهاجرت کردن به خارج از سوریه. کمی الانش 2 میلیون سوریه‌ای داره تو ترکیه داره زندگی میکنه و بقیه هم که تو کل اروپا تقسیم شدن و این موجی که مهاجر سوری وارد کشور اروپایی شد و کشورهای اروپایی هم دیگه تصمیم گرفتن که جلوی این مهاجرت بگیرن و خب شما حساب بکنید الان این موجی که وارد کشور سوئد شد، ما اینجا شاهد گروهای بزهکاری هستیم که خلاف میکنن و کنترلش سخت واقعا واسه پلیس اینجا و دیگه اداره مهاجرت هم تصمیم گرفته که واقعا کسانی که اینجا واقعا حق پناهندگی دارن بهشون اقامت داده بشه و قبلا اقامت دائم میدادن و الان اقامت 3 ساله میدن. اقامت 3 ساله میدن و بعد از اقامت 3 ساله کسی که اینجا زبان سوئدی بلد باشه و کار داشته باشه و سوء پیشینه جرمی چیزی مرتکب نشده باشه اون موقع تبدیل میشه به اقامت دائم و بعد میتونه درخواست مدبریاره بده، درخواست سیتیزن سوئد بده. و من که قبلا که وارد سوئد شدم خب تا 2-3 سال پناهنده بودم و سال 2000 اوایل فکر میکنم فوریه 2014 بود اقامت سوئد گرفتم و الان هم سیتیزن سوئد هستم، مدبریار سوئد هستم. نزدیک فکر میکنم الان 9 ماه 10 ماه دیگه 9 ماه و سیتیزن سوئد شدم. و خب میدونید که اینجا وقتی که شما اقامت دائم سوئد میگیرید باید 4 سال از پناهندگیتون بگذره، از اقامتتون باید بگذره، بعد درخواست سیتیزن سوئد میدید، اینجا بهش میگن مدبریارسکاپ. بعد موقعی که در تقاضای سیتیزن سوئد میدید دیگه بستگی داره به اون حلگاره و به اداره مهاجرت که چقدر زمان طول بده. مثلا پرونده من نزدیک به فکر میکنم 23 ماه طول کشید تا بعد من به ام سیتیزن دادن. یعنی مثلا من 2018 برج 2 درخواست مدبری دادم، در واقع توی ایام کریسمس 2020 به من جواب دادن و بعدش هم که دیگه درخواست پاست و کورت و اینا همه اینا میدی تو. و الان دیگه خیلی سخت شده، الان نه فقط کشور سوئد، کشور مثل دانمارک، فنلاند، کشورهای اسکاندیناوی الان سخت میگیرن. ولی خب به نظر من کسی که واقعا حق پناهندگی داره و کسی که نمیتونه واقعا به کشورش برگرده این حق رو باید داشته باشه که اینجا اقامت بهش بدن. و منم واقعا کسانی میشناسم که اینجا واقعا مشکل دارن و نمیتونن برگردن ایران. و من مثلا من یه نفر میشناسم که حقیقتش پدرش توی نظامی هست، توی منطقه جمهوری اسلامی، توی قسمت نظامی کار میکنه، امنیتیه و خودش اومده اینجا و به خاطر اینکه یه سری جزئیات، یه سری نامه‌های محرمانه، یه سری حرفای محرمانه، چیزی که شنیده اومده اینجا و فاش کرده، واقعا نمیتونه بره ایران. و این خب بالاخره جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اینا همه تو ایران بالاخره این برنامه ها رو میبینن و میبینن که مثلا
یک نفر پدرش توی مثلا وزارت دفاع داره کار میکنه، مثلا با وزیر دفاع به قول معروف جلسه داشتن، با معاون وزیر دفاع، با همه اینا، با مأمور لشکری امنیتی جلسه داشتن، و شما فکر کن فرزندش اینجا تو سوئد زندگی میکنه. خب همچین کسی اگه برگرد ایران براش مشکل به وجود میاد. آقای تنداز، شما داشتید راجع به پسر محسن رضایی صحبت میکردید. من اتفاقا با اون آقایی که باهاش همسفر بود و رفته بودن جاهای مختلف تا بعد رسیدن آمریکا و ایشون اینجا یک کتاب نوشته، با ایشون مصاحبه هم انجام دادم و ایشون باور داره که خود محسن رضایی به اصطلاح افرادی رو فرستاد و پسرش رو سر به نیست کرد. در اون مورد شما چی فکر میکنید؟ ضمناً در رابطه با پناهنده ها، بعضی از این کشورها میگن که الان مدت زیادی از انقلاب ایران گذشته و این پناهنده ها حقیقتاً پناهنده نیستن و وقتی که میان اینجا به مجرد اینکه اقامت دائم میگیرن یا پاسپورت رو میگیرن و میتونن برن مسافرت، برمیگردن و میرن ایران و به خاطر اینها هست که شما هم باور دارید که خیلی مشکل شده. شما نظرتون درباره اینهایی که میان به مجرد اینکه پاسپورتشون رو میگیرن مسافرت میکنن چی هست؟ بله، یه سری، خب یه سری افرادی هستن اینجا که میان، کیس های مختلف. ما اینجا هم کیس سیاسی داریم، هم کیس مسیحی داریم. کسانی که من دیدم اینجا کیس مسیحی میدن، خب وقتی وارد کلیسا میشن فعالیت میکنن، تو فیسبوک عکسای کلیسا میذارن و دینشون عوض میکنن، و حتی آنهایی که فعالیت های سیاسی انجام میدن و میان اینجا، اونا هم حتی میان فعالیت سیاسی میکنن و اونا هم اقامت میگیرن. حالا تو این بین ما باید ببینیم حتی فعالیت هایی که انجام دادن در چه حد بوده. شما مثلا یه نفر میاد اینجا فعالیت سیاسی میکنه، دو تا عکس میذاره، خب بعدش وقتی اقامت گرفت، پاس گرفت، خب مسلمه که ایشون میتونه بره ایران. یا حتی کسانی که کیس مسیحی میدن، دوبار میرن کلیسا، میان میگن ما مسیحی شدیم، اونم عوض کردیم، و به محض اینکه سیتیزن سوئد میشن، پاس سوئدی میگیرن، دیگه میرن ایران. میان و من اینجا خیلی ها میشناسن که واقعا بعد از که پاس سوئدی گرفتن میرن ایران رفت آمد، و از جمله کسانی هم واقعا میشناسم که اینجا اقامت حتی سیاسی گرفتن و مسیحی گرفتن و ایران هم نمیرن. بعد از اینکه حتی پاس سوئدی هم گرفتن ایران نمیرن. از جمله خودم، از جمله که چند تا از دوستهای خودم هستن که اینجا واقعا فعالیت سیاسی کردن و واقعا نمیتونن برن ایران، و اینا بستگی داره که پروندهشون در چه حد باشه. شما وقتی که یه نفر فعالیت واقعا سیاسی کرده باشه، خودش مطمئنه که نمیتونه بره ایران. یه سری آدم هم هستن در کنارش میان میگن ما هم سیاسی بودیم، ما هم فعالیت داشتیم، ما هم فلان داشتیم، و اونا به معنی که اقامت میگیرن و پاس سوئدی میگن، اونا نمیتونن، اونا میرن ایران. و این به قول معروف تو سوئد، نه فقط سوئد، کشورهای دیگه هم همینجور آقای سوئدی، و اینا کسانی که وقتی اقامت میگیرن، پاس سوئدی میگیرن، برمیگردن ایران، واقعا اینا یه لطمه خیلی بزرگی به بقیه پناهجوها میزنن، و بقیه پناهجوهایی که واقعا حقشون این وسط هست که اقامت بگیرن. و خب این چیزا هست، و متاسفانه خود اداره مهاجرت هم میگه که ما واقعا کسانی هستن که اینجا اقامت سیاسی گرفتن یا اقامت اجتماعی گرفتن، نمیتونن برن ایران، و از جمله یه سری افرادی هم هستن میرن ایران. و این شما شخصا خودتون میگید اینایی که میرن ایران ضربه میزنن به دیگر پناهجویان. 100%، بله، دقیقا 100%. بله، آقای بنجامین بابک نوشتن که آلمان هم بسیار سخت شده، چه بسیار از پناهندگانی در آلمان با این جانب مشاوره میکنن که در ایران مشکل دارن ولی در آلمان جواب ردی و منفی دارن. بله، دیدم که بعضی از دوستان حتی چند بار
به اصطلاح رد میشن و پرونده هاشون به یه جایی میرسه که مجبور میشن دیپورتشون میکنن از اونجا و اینها. امیدوارم سازمان های مختلف، همین دوستمون آقای بابک اینها، کمک کنن و راهنمایی کنن به این افراد، و اگر کمکی هم از ما و تلویزیون مردم در این راه برمیاد ما در خدمتشون هستیم. خب بگید ببینیم آقای طنازی، شما در رابطه با این مشکلات ایران الان، گرونی ها و اینها، ضمناً من عکسی میبینم روی فیسبوک شما، عکس مادرتون هست، چون دوستان هم مثل که تسلیت گفتن. نه خواهش، عکس مادر بزرگم هست که خدا بیاموزد، چون خدا مرحمتشون کنه، روز فکر کنم سه‌شنبه صبح بود که از دنیا رفتن. بله خدا رحمت کنه ایشون رو. و اینم خیلی مشکلی که آدم خودش خارج باشه و عزیزانش یکی یکی به اصطلاح فوت بشن و آدم حتی نتونه موقعی که اونها به اصطلاح لحظات آخر زندگیشونه باهاشون باشه، و این هم ننگی باز بر دامن و حکومت دیکتاتورها خواهد بود. خب من باز ساکت میشم اگر شما موضوعی هست. میدونم که امروز اولین جلسه است و من و شما همدیگر رو چند ساله میشناسیم، سالهاست از موقعی که آقای بیرون اونجا بوده. شما یکی دو بار چند دقیقه آمدید تو برنامه و اینها، ولی هیچ وقت به این صورت نبوده. حالا امیدواریم که هم شما هم دوستانتون اگر مایل هستید صحبت کنید، چون ما دوست داریم که نسل بعد از خودمون رو ببینیم چی فکر میکنن. چون من خیلی وقتا میبینم توی فیسبوک همش دارن ما رو سرزنش میکنن بدونی که شناختی از ما داشته باشن. مثلا طرف مینویسه برو آقای تو سال 57 شما که انقلاب کردی. میگم آقا شما منو میشناسی؟ من مأمور حکومت نظامی بودم، وقتی شاه که مسئول همه چی بود فرار کرد، بنده تو شیراز تو شهر خودم با تفنگ جلو مردم خودمون بودیم. اون وقت شما به من میگه 57. حالا از همه اینا بگذریم، گیرم که ما پیرمردها و پیرزنهای 57 ما رفتیم بر علیه دولت شاه انقلاب کردیم. خب شماها چرا نمیتونید؟ شماها چه چیزی از ما کمتر دارید؟ ما که نه سوشال میدیا داشتیم، نه فیس تایم و فیسبوک و نمیدونم یا یوتیوب و اینها داشتیم. اگر تونستیم با کاغذ پاره و شبنامه این کار رو انجام بدیم، شماها چتونه که نشستید کشورهای دیگه بیان تو خیابونا و دیدید تا حالا نه اوباما به فکر شما بود، همین آقای ترامپ هم الان بزرگترین تبلیغش تو آمریکا اینه که به من رأی بدید تا من انتخاب که شدم با آخوندا صحبت کنم. ای داد بیداد آقای ترامپ، شما که 4 سال پیش گفتید به من رأی بدید، من اولین روز پدر آخوندا رو در میارم. 4 سال گذشته، حالا شما میگید به من رأی بدید، من با اینا میخوام صحبت کنم و براتون یه معامله خوب بگیرم. چه معامله؟ شما نظرت چیه در رابطه با چشم امید داشتن به فرانسه و به آلمان و به آمریکا و اینها، و اینهایی که نشستن یک امام زمانی بیاد نجاتشون بدن، ضمن این که خودشون مسخره میکنن افرادی رو که باور دارن به امام زمان؟ بفرمایید. بله، اولا در مورد کسانی که میگن شما 57 انقلاب کردید، اولا بهشون بگم که الان شاه شرف داشت گذاشته و اینا واقعا یه آدم های بیشرفی هستن که هنوز تا هنوزه بعد از 41 سال هنوز دارم هر با این وجود که دارم قارت میکنم بازم سیه نمیشن و چسبیدن به صندلی، و اصلا اینا واسه شون مردم مهم نیست، اینا صندلی قدرت واسه شون مهمه. این از طرف آخوندا و ما، و من در مورد آخوندا خیلی زیاد صحبت کردم و اینقدر صحبت کردم خسته میشم. یعنی یکی در مورد آخوند صحبت میکنه میگن اینقدر صحبت کردم در مورد آخوندا دیگه آخوندا گوششون به قول معروف به در میگن دیوار گوش کنه، اینقدر اینا پررو هستن. و یکی این که در مورد مطلب دوم که فرمودید، انتخابات ترامپ، والا من اینجوری که فکر میکنم، اولا ترامپ به خاطر اون برنامه کرونا که پیش اومد و بعد از کرونا به خاطر اون مرد سیاه‌پوستی بود که کشته شد،
اگه قبل از اینا بود من مطمئن بودم که این 4 سال رأی میاره و الان درصد کسانی که الان میخوان بهش رأی بدن من فکر میکنم 50-50. یعنی حتی جوی بایدن هم همینجور، جوی بایدن و آقای ترامپ دو نفر 50-50 است. حالا باید ببینیم تو این 1-2 ماه آخر، چون فکر کنم نوامبر الان باید چیز باشه. بله، حدود 45 چند روز دیگه مونده. آره همون نزدیک 2 ماه دیگه الان انتخاباتشون هست. ولی خب ترامپ من فکر میکنم یه برنامه اساسی داره واسه رژیم ایران و همینجور به این برنامه میخواد ادامه بده. حالا به اینا اومده گفته که من خب شما ترامپ دیدید که میاد میگه من از ماشه میخوام استفاده کنم، بعد از اون بر جمهوری اسلامی میگه اینا کسانی که میخوان از قانون ماشه استفاده کنن باید عضو 5+1 باشن، که آمریکا از ایش اومد بیرون، از 5+1 اومد بیرون و اصلا چیز قبول نداره. اسمش چیه؟ در مورد این برنامه قبول نداره. ولی بله، خب وقتی که برجام رو ترک کرده باشه میگن استفاده از ماشه رو هم نمیتونن. تو شورای امنیت هم که اصلا ایشون رأی نبرد، خود آمریکا که اینا اومدن گفتن که از قانون ماشین خواهد استفاده کنیم، که اصلا شورای امنیت بهشون رأی ندادن، کشوری که تو شورای امنیت بودن. ولی خب من فکر میکنم ترامپ اگر رئیس جمهور بشه همینجور به روندش ادامه میده و این خب به ضرر خود مردمه و چاره‌ای هم نیست. چون که اگر که شما حساب بکنید اگر ترامپ تحریم ها ببخشید، به ضرر مردم ایرانه یا به ضرر مردم آمریکا؟ به ضرر مردم ایرانه. بله، منم با شما هم عقیده هستم، چون الانم خب خیلی ها خوشحالن میگن تحریم گذاشته. میگم آقا این تحریم ها شما یه آخوند لاغر دیدید، ولی هر کدوم به فامیلمون زنگ بزنیم یکیش پدر بزرگش به خاطر الان تظاهراتی نشون میداد که مردم آمده بودن برای بچه هاشون، میگفتن قرص هایی رو که لازم دارن به دستشون نمیرسه و مردم هستن که دارن زجر میکشن. و این کار رو آمریکا با عراق هم کرد، بچه های صدام که 900 تا ماشینش نشد 899 تا، ولی جنریشن یا نسل امروزیشون 1 اینچ قدشون کوتاهتره به خاطر که سوء تغذیه داشتن. و دیدید که تا لحظه آخر هم که صدام زنده بود سر و مرو گنده، حتی تفنگ رو هم یه دستی شلیک میکرد و الی آخر. در صورت خوشحالم که ما سر یه چیزایی با همدیگه وجه مشترک داریم و با همدیگه موافق هستیم، ضمن اینکه اگر اختلافی هم داریم در قسمت‌های دیگه باز انقدر آزاده هستیم که میایم شما حرفای منو گوش میدی، من به شما وقت میدم که بیای صحبت کنی و امیدوارم این رو رایج کنیم بین نسل شما، نسل من، نسل پیرتر از من و نسل جوانتر از شما. شما فکر کنم کم کم اگر ازدواج کنی و اینها انشالله بچه دار بشی باید. نه من ازدواج کردم، من جدی الان خب بودم. ما رو خبر نکردی. آره من الان نزدیک به 4 سال میشه، 3 سال و نیم نزدیک 4. بچه هم داری یا نه؟ نه هنوز خوب. نه خب امیدواریم که زندگی خوبی داشته باشی. خوشحال شدم و من باز ساکت میشم، شما اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه که امیدواریم در برنامه های آینده با برنامه ریزی های بهتر، اگه دوستان هم پرسشی دارن یا نظری دارن درباره تاپیک یا موضوعاتی با شما مستقیما تماس بگیرن. من صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم، اسمتون همین پدرام، خیلی ساده تننازی، فقط 2 تا N داره چون تشدید داره، اون رو بنویسن، عکستون هم معلومه و اگر مشکلی هم بود با من تماس بگیرن. اینجا ما شماره تلفن هم گذاشتیم، دوستان میتونن پیام بذارن، من پیام ها رو برای شما میفرستم. بفرمایید آقای تنگیز. بله و داشتیم در مورد کسانی صحبت میکردیم که بستگانشون در نظام جمهوری اسلامی بودن و فرزندانشون وارد کشور سوئد شدن یا اروپا شدن. میخواستم در مورد یک کمی صحبت بکنیم در این مورد. مثلا فردی که شما میدونید که یکی از سازمان های دولت امنیتی فعالیت داشته و حتی در شما چند وقت پیش همون پروژه پاچین و حتی در پروژه پاچین یکی از افراد اصلی باشه و فرزندش آمده باشه اینجا، از یعنی پدرش فکر کنید تو اون پروژه پاچین
کار میکرده و فرزندش وارد کشور سوئد شده و از این فعالیت ها کرده و به قول معروف اطلاعات رو نشر کرده به شبکه هایی که ضد نظام هستن. خب به قول خود جمهوری اسلامی میگه اینا ضد ما هستن دیگه. و این فرد شما فکر کنید توسط کسانی شناسایی بشه و به دولت ایران معرفی بشه و مورد بازجویی هم قرار بگیره، خب با این فرد من فکر میکنم هیچی نباشه این حکمش اعدام صادر بشه. و من تا کسی میشناسم که شما حساب کنید پدرش تو پارچین کار میکرده، یعنی واقعا میشناسم های صوبیا پدرش تو پارچین کار میکرده و فرزندش اومده اینجا و تمام اطلاعات و تمام چیزهایی که تو اون پارچین وجود داشته شما فکر کنید اومده اینجا نشر داده، اومده گفته صحبت کرده. خب شما فکر کنید اگه ایشون برگرده ایران چه چیزی واسش پیش میاد؟ خب خیلی ها باور دارن مثلا مثل روح الله زم که حالا اون به میل خودش بر نگشته، ولی حتی اون حکم اعدامی که برش صادر شده خیلی ها میگن حالا پدرش پادرمیونی میکنه و این اعدام نمیشه. یعنی از طرفی همین که پدرشون یه کاره هست یه نقطه مثبته، ولی من فکر میکنم به شخصه وقتی اینا میان خارج تقاضای پناهندگی میدن یه مقداری ممکن کارشون هم مشکل تر باشه، چون اون دولت ها هم فکر میکنن که اینها ممکنه مثلا نفوذی باشن از طرف دولت ایران یا از طرف همون سازمانی که پدرش کار میکنه اینها. اگر کسی رو در این رابطه دارید حالا یا خودتون باشون مصاحبه کنید برای ما بفرستید یا ازشون دعوت کنید از طرف ما که بیان حتما حتما من مهمون هستم برنامه کسانی باشن. بله میدونی که پارچینی که از محلهای تولید و نگهداری اصلا هست اونجا، بله بله خود پارچین. و بله من کسانی هستم، یعنی کسی هست که واقعا میشناسم که و داره اونجا هم پدرش اونجا داره کار میکنه و فرزندش اومده اینجا داره زندگی میکنه و اینجا درخواست پناهندگی داده. خب دعوتشون کنید از طرف ما و حتی دوستان دیگرتون، همونجوری که گفتم که ما بتونیم اینجا یه پل ارتباطی باشیم بین نسل های به اصطلاح همسن و سال من و شما. دقیقا آره حتما که چرا که نه. و داشتیم در مورد پسر آقای محسن رضایی هم صحبت کردیم که اونا بگین گفتید که بعضی ها خیلی ها گفته بودن که خود پدرش باعث شده بود که ایشون وارد دبی بشه. نه من این چیزی که فهمیدم گفتم که توی کشور امارات یه دونه ساختمون خیلی بزرگی چند طبقه هست که اونجا اصلا از طبقه بالا تا طبقه پایینش تو این چند طبقه اصلا تمام نیروی اطلاعاتی اونجا دارن کار میکنه آن صحبی. یعنی دقیقا یه دونه کپی برداری از اطلاعات تو تهران دقیقا یه دونه کپی کردن اومدن گذاشتن کشور امارات. و حتی آقای فولادبند گفتید دیگه درسته؟ بله بله هم اوشین هم آقای شایان کاویانی، هم شایان کاویانی و آقای فولادبند و خود پسر محسن رضایی، اینا تو کشورهای همسایه در واقع ساختمون دارن، ارگان دارن، نیرو دارن و همه چی به طور مخفیانه است دارن کار میکنن و خیلی خطرناکه. کسی که واقعا اگر از لحاظ امنیتی و مطمئنی که اگه برگرد ایران براش مشکل وجود میاد به نظر من این کشورها نباید بره. شما الان حساب کنید خانم مسیح علی نژاد خود نیروی اطلاعاتی بودن که به مادرش فشار آوردن که با به برادرش ببخشید فشار آوردن که با خواهر صحبت بکن و یه دیدار تو ترکیه داشته باش و اینا میخواستن از تو ترکیه مسیر خانم مسیر علی نجات بدوزن و ببرن ایران، همون کاری که با روح‌الاعظم کردن. حتی روح‌الاعظم یه کمی قضیهش پیچیده بود آقای صوبی، اگه من یه از یه منبع خیلی موثق شنیدم خب اینا اومدن روح‌الاعظمی که اینجوری کشوندن آوردن ایران، اول آوردنش عراق بعد آوردنش ایران، اینجوری بود که
دو تا گروه، یک گروه به نام اطلاعات سپاه و یک گروه به نام اداره اطلاعات پشت این قضیه بود و دو تا گروه باهاش به عنوان که با ما همکاری داشته باش و ما کمکت میکنیم، ما اینجوری میکنیم، همون وعده وعیده که به همه میدن. و اینا بخاطر این که اعتماد و لازم به خودشون به قول معروف جذب کنن، اداره اطلاعات اومد یه سناریوی از فیلم هایی که با رولاس هم در تماس بودن تو شبکه دو نشون داد، اگه یادتون باشه. بله بله. اداره اطلاعات این فیلم ها نشون داد، یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه ما از طرف اطلاعات بودیم، ما یعنی در واقع بهش گفتن که ما از طرف اطلاعات، اونم خودش میدونست که اینا از طرف اطلاعات هن. ولی اومدن رو دست زدن و فیلم که با رولازم صحبت میکردن، یعنی رولازم میگفتن از آقای مثلا فلانی خبر داری، میگو بله آقای امیر فخاور چی، بله با آقای امیر فخاور در تماس هم. بعد بهش میگفتن چجور فردی، میگفت اینجوری اینجوری، تمام این صحبت ها پخش کردن بله، و حتی ازش رولازم پرسیدن راجع به رضا پهلوی که گفته بود بله دقیقا بهشون گفتیم یه فراخوان بدین اینها. خب یه سوالی هم حالا من از شما میکنم، چون یه نفر حالا نوشت این بفهم قضیه تموم نشد آیتو بفهم. ببخش. بله بله. بعد اومدن این قضیه رو خودشون جلو جلو اومدن این فیلم پخش کردن تو شبکه صدا و سیما و رولازم اومد گفت که من با اینا در تماس بودم ولی میدونستم که اینا دارن با من چجوری چه نوع بازی شروع کردن و من هم داشتم با اینا رو بازی میدادم، حتی رولازم گفت من داشتم اینا رو بازی میدادم. بعد همینجور که اداره اطلاعات با این با رولازم در تماس بود و فیلم های ضبط شده رولازم نشون دادن تو شبکه دو صدا سیما، از اون طرف اداره اطلاعات سپاه داشت کارش مخفیانه با رولازم ادامه میداد. اونا میگفتن ما تنها موقعی که میتونیم بیایم تو رو ببینیم اربعین ما میایم، تمام اسناد و محرمانه رو به تو میدیم. بعد رولازم خیالش راحت شد که من نشون دادم تو شبکه دو سیما، اداره اطلاعات لو رفت، خودشون لو دادن، دیگه خیالش راحت شد که اگر اینا میخواستن یه زهر چشمی یا زهر بیرزن به قول معروف خودشون، دیگه خودشون لو دادن و بعد دیگه هیچ اتفاق واسش نمیفته. و اداره اطلاعات سپاه داشت از رو کانال دو داشت، یعنی اون اداره اطلاعات کانال یک بود، اداره اطلاعات سپاه کانال دو بود. کانال دو اونا داشتن روند کارشون رو به ولازم ادامه میدادن و توسط خانم شیرین نجفی که تو خود ترکیه توسط اداره اطلاعات تحت دستگیر شده بود و هرچی بهش میگفتن میگفتن بکشونش اینجا، تا بهش پول نشون داده بودن به ولازم که بیا عراق و اینجا ما مثلا بهت پول میدیم بتونی شبکه بزنی تو فرانسه فلان. خلاصه اداره تو اربعین ولازمی کشوندن عراق و همونجا توسط نیروی سپاه قدس دستگیرش کردن و الان هم شما ببینید از ولازم اصلا خبر نیست و از خانم شیر نجفی اصلا خبر نیست. چرا؟ اینکه خانم شیر نجفی قبل از که ولازم بیاد اداره اطلاعات توکی خانم شیر نجفی دستگیر کرده. این خانم شیر نجفی کسی بود که کارهای روح‌الازم رو انجام میداد و یکی از اونایی بوده که حتی میگن ترتیب دیدار یا به اصطلاح دیدار اون آیت الله چیز رو گذاشته بوده با این. ولی خیلی جالبه که این میگه من میدونستم با من بازی میکنن، منم اونا رو بازی میدادم و باز بالاخره اینجوری توی بازم گول خورد، گول خورد و تو دامشون افتاد. آقای بابک چون دو تا گروه پشتیبانشون بودن، دو تا گروه پشتیبان این موضوع بود. بله بله. آقای بابک نوشتن که ملت ایران از اینکه رژیم جنایتکار ملت ایران از اینکه رژیم جنایتکار شکی ندارن. ببخشید بذارید من درست بخونم اینو. ملت ایران از اینکه رژیم جنایتکار است شکی ندارن و منتظر کوبیده شدن نظام از آسمان هستند. توی پرانتزی نوشتن بمباران مراکز حساس سیاسی و نظامی رژیم، سپس ملت از زمین کار نیمه تمام را به پایان برساند. ولی آیا اصلا ترامپ قصد زدن سر مار را در بیت رهبری دارد و یا خیر؟
این موضوعی که اتفاقا وقتی که اینا میگن که ما اگه بخوایم حمله کنیم به مردم حمله نمی کنیم، فوری گروه های حقوق بشر سوال میکنن مگه شما تیر یا توپ و تانک و هواپیمایی دارین که انقدر هوشمند باشه که آدما رو از دور تشخیص بده این کیه، این جزء حکومت یا نیست؟ ضمناً ما همه میدونیم، مثلا شما که شیرازی هستی میدونی پای اون باغ تخت که پایگاه بود، شماره 4، هوابرد، اینا اصلا تو شهر هستن. مثل قدیما نیست که بگن زاغه اسلحه توی اکبرآباده، اکبرآباد هم 10 کیلومتری شیرازه. الان همه تو شهر هستن و اگر جایی رو بزنن مردم عادی هم میرن. حالا از اون بگذرید، دولت جمهوری اسلامی کاری که انجام داده با این بسیج و اینها، خیلی از اینها رو که استخدام کرده همه هم خانواده فقیر بودن و تعداد بچه ها زیاد. شما فرض کن که یه پاسدار، یه بسیجی امروز کشته میشه، خب این خانوادهش چند نفر بر علیه حکومتی که میخواد بیاد قد علم میکنن؟ و ضمناً خود اینا هم خیلی هاشون اسلحه دارن، با اینا چه کار میکنید؟ که متاسفانه کسی نیست. ما این گروه های مختلفی هم که میبینیم، شما نظرت چیه راجع به این جنبش ها و گروه های مختلفی که هر روز هم صدها نوع مختلفش میاد، از دولت گذار گرفته تا دولت در تبعید گرفته تا جنبش های ایالتی و نمیدونم ولایتی و اینها، و همه میگن بیاین این کارو کنید اون کارو بکنید، همشون هم میگن ما نمیخوایم یه کاری بشیم. شما نظرتون چیه؟ آیا اینا به جایی میرسه یا برنامه است؟ من اولا در مورد انتخابات بعدی ایران یه نظر دارم که اینا احتمال خیلی زیاد هست که یه خانمی میخوام بکنم به عنوان نامزد ریاست جمهوری، یعنی اگه من فکر بکنم دوره بعدی یه زن باید باشه. اینا همش به قول معروف دارن مردم گول میزنن، چون مطمئن هستید که با این وضعی که پیش اومده قبل زمان احمد نژاد، بعدش روحانی اومد و الان دیگه مردم به اینا که اعتماد ندارن، الان میخوان یه خانمی بیارن به عنوان نامزد ریاست جمهوری، با این جور مسائل میخوان باز مردم بکشونن به پای صندوق، و برشون هم مهم نیست از صندوق، میخوان یه تغییر تحولاتی اینجوری دارن مردم بازی میدن، کشور اروپایی دارن بازی میدن. یه از موضوع بازی دادن جمهوری اسلامی که تو این 41 سال داره همه رو داره بازی میده، این یه مسئله بود. و یه مسئله دومی که بود، دقیقا داشتیم در مورد درون ایران صحبت میکردیم. من یادم آقای صحبی زمانی که من خودم سرباز بودم تو ایران بودم، من خودم تو سپاه خدمت کردم، بعد من یادم زمانی که جنگ ایران عراق شده بود، بعد از همین 27 روز 30 روز که دیگه رژیم صدام شکست خورد و نیروی آمریکایی وارد عراق شدن و اینا، یک 6-7-8 ماهش گذشته بود، بعد دیگه از دوباره مرز باز شد و مردم میتونستن برن تو عراق، برن برای زیارت، میرفتن کربلا و نجف و اینجا. من یادم یه سرهنگ سپاهی بود، آی صحبی، رفته بود عراق، برگشته بود، داشت تعریف میکرد، بعد آقای صاحب داشت کیف میکرد تعریف میکرد، میگفت ما رفته بودیم اونجا، شما فکر کن دقیقا موشکی که اومده و خورده بود مثلا تو صدا و سیمای مان تو اون شهر، تو نجف، تو نجف یا کربلا، تو اون اونجایی که میخواست بزن، گفت دقیقا موشک اونجا رو زده بود ولی ساختمون بعدیش نیفتاده بود. میگفت اینقدر اینا دقیق زده بودن. من یادم، من تو سپاه که خدمت میکردم، تمام این پاسدارا به ابرقدرت بودن آمریکا واقعا یعنی واقف بودن که واقعا آمریکا یه ابرقدرت، خیلی قدرت داره و میتونه رژیم عوض کنه. نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ چون خود ما باز شاهد هستیم که آمریکا هواپیمای مسافربری رو میگه ما اشتباه کردیم، به جای جت زدیم که مال ایران بود، میره عروسی افغانی. حالا در مورد، حالا یک در مورد چی صحبت میکنم، در مورد هواپیما مسافر بری، بذار در مورد هواپیما مسافر صحبت کنیم. من یکی از فامیلا اونهای صحبی خلبانه و موقعی که ایران بودم اونجا زندگی میکردم، یکی فامیل نزدیک من خلبانه،
دو تا هواپیمای F4 جنگی ایران بلند شدن زمانی که ایرباس از بندر عباس بلند شد داشت میرفت به سمت دبی، تو ارتفاع 18,000 پایی بودن هواپیمای ایرباس، که دو تا هواپیمای جنگی F4 خودشون رو نزدیک کردن به هواپیمای ایرباس و ناو جنگی آمریکا به ایرباس دستور داد که ما دو تا هواپیمای جنگی پشت سر شما هستن و ما از تو میخوایم که برگردی به بندر عباس. اخطار اول بهشون داد و اخطار دوم داد. اخطار سوم که هواپیمای خلبان هواپیمای مسافربری در آمد گفت که نه ما هواپیمای مسافربری هستیم. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر که هواپیمای دو تا هواپیمای F4 که نزدیک هواپیمای ایرباس شده بودن میخواستن نزدیک هوا، یعنی از اون خلیج فارس که داره رد میشه دیگه، اونا حمله بکنن به ناو جنگی. خب و اینا فکر میکردن که ناو جنگی آمریکا نمیتونه رادار تشخیص بده که این مسافربری جنگی. ناو جنگی آمریکا سه تا نقطه مشخص کرده که دو تا هواپیمای جنگی هست پشت سر هواپیمای ایرباس با یه هواپیمای ایرباس، که به هواپیمای ایرباس دستور داد که برگرد، اگه تو برگردی اون دو تا هواپیمای جنگی هم مجبور میشن برگردن با شما. هواپیمای ایرباس بیستیم زده بود به فرودگاه مهرآباد. شما اگه اینجوری باشه میتونی حتی هواپیمایی که از امارات میاد تو فرودگاه امام خمینی تهران میشینه، حتی میتونه از تو فرودگاه امام خمینی خود هواپیمای امارات میتونه با برج مراقبت دبی در تماس باشه. خب اینقدر یعنی میتونن با هم دیگه صحبت بکنن، حتی هواپیمای امارات میتونه از فرودگاه امام خمینی میتونه با برج مراقبت امارات صحبت بکنه. خب بذارید من یه سوالی از شما بکنم، چون من یه توطئه و دسیسه شنیده بودم که آمریکا گفته بود که ما فکر کردیم این هواپیمای مسافربری رو اینا ممکنه استفاده کنن ولی بمب باشه فلان باشه اینا. الان میبینم که شما اینو میگید، یعنی شما باور دارید نیروهای ایرانی که خیلی هاشون اون مال زمان شاه بودن هنوز تو نیرو هوایی اینقدر احمق بودن که فکر نکردن ما دو تا هواپیمای F4 یا F14 رو میفرسیم همراه این هواپیمای مسافربری و به این وسیله گول رادار آمریکا میزنیم و میریم بهشون حمله میکنیم؟ یعنی شما اینا رو اینقدر احمق تصور میکنین واقعا؟ نه، سال شما حساب کنید زمانی که جنگ شد، شما میدین چندین نفر از مردم ایران رفتن جبهه. بله شما اگه الان جنگ بشه هیچ کنون از مردم نمیرن جنگ، درسته؟ الان مردم نمیدونیم، اونم نمیدونیم. اتفاقا من میگم اشتباهه اگه با ایران جنگ کنید، چون ایرانیان نشون دادن که اگر مملکتشون در خطر باشه صرف نظر از اینکه چه حکومتی هست اونا برای دفاع مملکتشون میرن. حالا ما بیایم این ایران و هواپیما رو ول کنیم، افغانستان که تکنولوژی اینقدر جدید بود بهتر بود، طرف از لاس وگاس نشسته مثل گیم میبینه، طرف میره عروسی رو میزنه 70 نفر رو میکشه، بعد فردا میگن عذرخواهی میکنن به هر یه نفر یه بز میدن. خب این مملکت با اون سرهنگی که شما میگید خیلی خوشحال بود و میگفت که حالا در مورد اینم براتون توضیح میدم. آقای صابی بفرمایید، همون 70 نفری که تو عروسی کشته شدن، چون میدونید مثل بعضی جاها تو ایران عروسی میشه مثلا مثل تو لرستان، تو این شهرستان ها یا تو اون مثلا روستاها که وقتی عروسی میشه همه تفنگ دارن. این چیزی که آمریکا شناسایی کرده بود تو این عروسی 70 نفر، نزدیک به 30-40 تا تفنگ شما کلاشینکوف و آپیچی اینا هم نداشتن. اصلا به غیر از این شلیک هم میکنن، هوایی هم شلیک میکنن. آره 100%. اینا وقتی که شما میبینید اگر آمریکا ندونه فرهنگ یک کشوری چیه، اگه آمریکا نیروهای اطلاعاتی نداشته باشه داخل مردم، خب این که فایده نداره. خب درسته، ولی الان شما حساب کنید تو هم افغانستان ده. تو همین افغانستان همه یه جور لباس میپوشن، خب همه یه جور لباس میپوشن. بعد تو خیلی از قومایی که تو افغانستان هست، الان ما چندین قوم تو افغانی داریم، قوم زبون پشتو داریم، همه نوع قوم.
چون تو این عروسی این مسائل بالاخره پیش میاد. خب این مسائل پیش میاد. حالا مثلا جنگ اگه آمریکا با ایران بشه، مطمئن باشید که آمریکا نمیاد مثلا به فرض مثال بره دروازه قرآن شیراز بزنه، نه همچی کار نمیکنه، میره تمام مناطق نظامی ایران میزنه، مناطق نظامی. شما مثلا حساب کن میره فرمانده ستاد سپاه اطلاعات استان فارس میزنه، میره فرمانده ستاد اطلاعات سپاه استان فارس میزنه، میره فرمانده ارتش میزنه، میره هوابرد میزنه، میره بله، این آقای تک تک قدوس‌زاده اینجا. هم وقتی میخواست همچین کاری بکنه گفت ما هدف اون این بوده که مثلا بریم جماران بزنیم به قول معروف، چون اون باور داشت که سر حکومت رو اگه بزنن کارشون تموم میشه. امیدوارم اصلا اینا اینجور. میخواستن بیت بله رهبری هم بزنن. بله خیلی ممنون. دوستان روی فیسبوک نظراتی نوشتن، شما اگه لطف کنید بعد برنامه یه سری اونجا بزنید و به این چشم دوستان حتما. پاسخ بدید و جواب بدید، و باز هم با شما تماس میگیرم تا اگه مایل باشید شما حتما دوستانتون با حتما ما باشید حتما. در برنامه های آینده از شما و دوستان هم استفاده کنیم و یاد بگیریم. خیلی ممنون که با ما بودید آقای خواهش قدوس‌زاده، میکنم. مرسی. ممنون های سوندی. روز خواهش خوبی داشته میکنم. باشید. من باز هم مرسی. فیسبوک شما رو نشون میدم، دوستان اگر مایل بودید با آقای طنازی تماس بگیرید، پدرام طنازی، یادتون باشه دو تا N بنویسید و با ایشون صحبت کنید. اگر هم سوالی مطلبی چیزی هست از ایشون بپرسید یا پیشنهاد کنید تا در برنامه های آینده در اون مورد صحبت کنیم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خیلی ممنون پدرام جان. خواهش میکنم. مرسی. ممنون. خداحافظ شما. خدا نگهدار. به امید دیدار. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، اجازه بدید که از پدرام خداحافظی کنیم. این قسمت برنامه رو اینجا ببندیم و این برنامه ها به زودی روی یوتیوب هم هست. من لینکش رو برای پدرام هم میفرستم که اگه مایل باشه در صفحه فیسبوک خودش هم قرار بده. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اجازه بدید که اینجا این تصویر رو داشته باشیم و خیلی ساده است، بارها گفتم، همونجوری که در مهمونی ها در دیدارتون با دوستانتون صحبت میکنیم و ما همیشه گفتیم که این حق رو برای خودمون رزرو میکنیم که با شما به اصطلاح کلکل کنیم. اگر چیزی رو به نظرمون اومد که نه این درست نیست، به عنوان مخالف تحمل شنیدن عقاید من و دیگران رو هم داشته باشید. خیلی ممنون. برنامه رو پی میگیریم و تلویزیون مردم رو هم از فیسبوک میتونید تماشا کنید، هم از مردم tv.com. خیلی ممنون.